بیچاره این پسرعمه نازنین من بعد از 20 سال درس خوندن امروز دیدم داره تنظیم باد میکنه. بدون پول پولی نمونده دیگه، نصفشو خوردیم رفت دیگه. یعنی چی خوردیم، چی کارش کردیم؟ حالا تخصص هر چی، ولی بیشتر خودم قلب و عروق و اینا دوست دارم، به خاطر اینکه این جراح قلب نمیدونه چه پولی در میارن. ها یعنی میخوای تخصص بگیری که پول در بیاری؟ باور میکنی مجید هنوز داره به من التماس میکنه که برگردم؟ میگه از وقتی تو رفتی فروشم نصف کمتر شد. نه بابا. آره این بابای تو چی هرچونه زندگی ما میخواد؟ چرا نمیذاره با آرامه زندگی منو کنیم؟ بابا یکی نیست باش بگه ما هم دیگر رو دوست داریم. چی شد؟ یه چیز هم میکنم برد. چرا؟ اخوشی خنده زیاد. ببینی نوشته لیلی جون دخترم، وای اصلا باورم آره نه منم باورم نمیشه، خدا رو شکر لیلی انگار همیشه داره به خوبی و خوشی خودش درست میشه. نگفتم شما فرمودین به فاضل حرفی نزن، من هیچی بهش نگفتم. شما ایران تشریف دارین؟ وای چقدر خوشحالم، اصلا باورم نمیشه انگار دارم خواب میبینم من شما حرف میزنیم، انقدر صمیمی. ممنونم آقای دانشور، ممنونم بابا. بگیر. لیلی، لیلی اون از اون که با آقا فرزاد پیشنهاد پول میده که زندگیمونو به هم ریزه، اینم که به من میاد. آخه مرد حسابی من چه ایزومه تری به تو فروختم. خب نرخ فشار برای همه یکسانه ها، بگم غریب و خودی نداره. چشم خونم پنجک، یاد باشی یه تنظیم بادم واسه من بکنی. الان تو بهتری لیلی؟ آره بهتره، آمپوله داره اثر میکنه. خب چه خب، ببین فشارت بالاست، سابقه فشار رو اینا داری؟ نه اتفاقا همشه فشارش پایینه. واقعا؟ خیلی خب، ببین من این نسخه رو می‌نویسم، بپر سری بگی بیا بازی. فرزاد یه سی تی اسکن چیزی احتیاج نداره ازش بگیرم. نه شیوه خوبه. آره من فکر میکنم یه خود فشار عصبی بهش اومده. نه؟ نه نه نه، اگر تا فردا روبرو نشدی حتما باید بری چیز بکنی، به یه متخصص نشون بده. بیا بازی بود این رو بگی بیا بودو. بابا خودتون میدونین که من هیچ وقت بهتون بی‌احترامی نکردم، ولی با کاری که امروز کردین لازمه چیزایی واسهتون روشن کنم. من خیلی براتون متاسفم که دنیاتون اینقدر کوچیک و خنده داره. با اینکه دنیا دیده اینو سنی ازتون گذشته، ولی رفتاراتون خیلی خام و بچگانه است. البته تقصیری هم ندارین ها، چون هیچ وقت عشق و محبت تو زندگیتون جایی نداشته. پدر من، این چیزها رو نمیشه با پول خرید. من مثل شما نیستم که به خاطر پول با مامان ازدواج کرد. خودتونم میدونین، هر چی الان دارین از صدقه سریع ثروت با بزرگه. من از شما خیلی گرونترم، خیلی. تازه لیلی از منم گرونتره. میلیارد برای شما خیلیه، واسه من هیچی نیست. بابا، هیچ وقت چکت اینجوری برگشت نخورده بود، نه؟ میفهمم الان چه حالی داری. خیلی به در خورده نه؟ بابا اگه نمیخوای حمایت کنی اهانت نکن، اگه نمیتونی پدری کنی ناپدری نکن، اگه نمیتونی بزرگی کنی کسی دیگر کوچیک نکن، اگه نمیتونی خودت زندگی کنی زندگی کسی دیگر خراب نکن. خلاصه اگه نمیتونی کاری بکنی لطفاً هیچ کاری نکن، اینجوری سنگین تری. حرف آخرم هم اینه بابا، لطفاً خواهشن هیچ وقت مزاحم لیلی نشو، هیچ وقت. خداحافظ. Hold on.
پروفسور فرزاد عاطف وارد میشود. سلام علیکم. سلام بچه ها، چطوری عمو جون؟ آقا شهرام هم اینجاست که، چطوری؟ قربانت پروفسور، خوبی؟ خیلی ممنون. اومدم اینجا مراقب این بچه ها باشم دیگه. دستت درد نکنه. از سپیده خانم چه خبر؟ امروز ستایی رفتیم شهر بازی. بابا نه اینقدر نبزود بیای بریم سینما. امروز؟ بله امروز. امروز مگه چند شنبه است؟ چند شنبه. آخ بچه ببخشید، حواسم اصلا یادم رفت، درگیر خریدن اینا شدم یادم رفت، ببخشید. همش میگین یادم رفت. بابا من کی همش گفتم، این اولین باره یادم میره. اولین بارتون نیست، هفتمین بارتون. از کی حساب کردی؟ از وقتی به دنیا اومدین؟ نه خیلی، از اول امسال. یادتونه عید به ما گفتین که میبرمتون تلکابین سوارشین؟ یادتون رفت و قول دادین که بعد عید ما رو ببرین؟ گفتین عید شلوغه، بعد عید میریم خلوت. خب دوتاست دیگه، یه سینما یه تلکابین. بله ولی شیش بار تلکابیمون، دو بارم سینما، هی میگین اینجامه اینجامه. آفرین آفرین، خوشم اومد از این هوشتون. ریاضیتون خیلی خوب شده ها. آره بابا میخواد از شما امتحان بگیره ببینه ریاضیتون قوی شده یا نه. آره بابا، شما ما رو امتحان میکنید؟ حالا امتحان که نه، میخوام ببینم حواستون رو بسنجم. ببین شما الان کوچیکی متوجه نمیشین، پس فردا که بزرگتر شدیم میفهمین که پدر مادرها برای اینکه ببینن حواس بچه‌هاشون چقدر جمعه، یه راههایی دارن که شما هم حالا ایشالا بزرگتر شدین این راه رو متوجه. آره آره. حالا که امتحانمون رو قبول شدی فردا ما رو ببرین سینما. فردا هم اگه بعد قول کنیم میشه 8 بار. پس امتحان فردا هم امروز قبول شدیم. آفرین، باریکلا. ولی ببینم شما تو مدرسه هم روز قبلش امتحان میدین، همون موقع هم جوابش میگیرین؟ نه خیر، امتحان مدرسه سخت‌تره. شما از کلاس اول امتحان میگیرین، ولی من کلاس سومم. منم دومم. اون برای اول بود که میگفتن 6 تا تلکابین با 2 تا سینما میشه چند تا. تلکابین و سینما نبود که، سیب و پرتقال و تخم مرغ و اینا بود. چی؟ فرقی نداره بابا جان، که شما که شمارش بلدی بعد میتونی هر چیزی رو جایگزین کنی دیگه. آره دیگه، بله دیگه. راستی میدونی منم قراره برم کلاس بالاتر. آره آره. واقعا؟ بله، این کتابا رو گرفتم بخونم، امتحان بدم، قبول بشم میرم یه کلاس بالاتر، میخوام جراح بشم. شیوا گفت میخوای تخصص بگیری. من گفتم فرزاد باز یه حرفی زده، پس جدیه. خب معلومه که جدیه. میخوام جراح قلب بشم. اما جراح قلب چیه؟ ببینم اونجون جراح قلب چجوری بگم، قلبی که مثلا یه آدمی که قلبش بیماره رو میارن جراح قلب سینه‌شو باز میکنه، قلبشو درست میکنه، تعمیرش میکنه، میذاره سر جاش، دوباره میبنده. بابا سینه مریضا رو باز میکنی نمیمیرن؟ نه دیگه بابا جان، نه چیز میشه دیگه. ببین برای اینکه خوبشن این کارو میکنه. حالا مامانتون کجاست؟ رفته پیش خاله لیلی. پس ما مشقمون رو بنویسیم که فردا بریم سینما. آره دیگه بنویسیم، باریکلا میریم با هم دیگه. پس داری قصاب میشی، چیز قصاب و خیاط میشی، ببری و بدوزی. بله دیگه، با نظر لطف آقای فازی خان پنچرگیر بودیم، با نظر لطف جناب علی قصاب و خیاط هم میشیم دیگه. احبا موفق باشی، موفق باشی، معید باشی. دست شما دردن یا از این شروع کن. اصلا یه ماجرایی بود واسه خودشون، یه چیزی میگفت من یه چیزی میگفتم، دعوا نشد خیلی بود. بچه من برم دیگه. تو که حالت خیلی بهتره خدا رو شکر. بعدم الان این فرزاد یا گشنش میشه شروع میکنه دیوونه بازی در بردم برای شما چیزی بخوای من یه چیزی درست کنم شما بیاین بالا با هم شام بخوریم. نه بابا من کلی غذا تو فریزر دارم، میخوام شما بیاین پایین. نه بابا کجا بیاین. آره بابا خب چرا نریم غذا چی دارین؟ خب چند جور خورش داریم دیگه، بالاخره از یکیش خوشتون میاد. آره خب خیلی هم خوب، آره باشه میاد. تعارف میکنی چرا ما صندوقش حساسه بهش برمیخوره؟ نه ما اصلا حساسه سن به من بر نمیخوره. نه چرا ظاهر سازی میکنیم بهتون برمیخوره سر فازه میاد. نه بر نمیخوره. چرا باشه برمیخوره میاد. خیلی خوب باشه. منتظرتون. خیلی ممنون. پس بیاین دیگه. ممنون که اومدید پیش. لیلی خوبی؟ لیلی خوبی؟ آقا فازه، آقا فازه بیا برو فرزاد صدا کن بگو بیاد. میگم بیا برو واسه صداش کن بیاد. لیلی رو بلافاصله با آمبولانس رسوندیم بیمارستان. خوشبختانه به خاطر رسیدگی به موقع ما و اقدامات اولیه که فرزاد انجام داد خطر رفع شده بود.
ظاهرا مشکل لیلی نوعی نارسایی عروق مغزی بود و بعد هر چی سریعتر تحت درمان و عمل جراحی قرار می گرفت. ببخشید شما رو هم انداختم تو زحمت. نه بابا چه زحمتی این؟ اصلا نمیدونم چی شدی. نه خب اینا چیزه، اینا به خاطر فشارهای عصبی و خستگی و اینا. فازی جان این داروها رو باید سر ساعت بدی وگه اینا به درد نمیخوره. آره نه اصلا ساعت میذارم تک تکشو. آره اصلا نباید پس و پیش و اینا، ساعتش نباید عقب جلو بشه اون میگه، وگرنه سیستم اصلا دیگه به پیش همش همه چی به موقع. بعد یه موقع مشکلی چیزی و خدای نکرده یه موقع مشکلی چیزی بود و اینا به من بگو. هر ساعتی که بود اصلا نصف شب خواب و اینا بودیم بیدار کن به من بگو که اصلا این مشکل فرض زحمتتون داره. بابا چه زحمتی ها چه وظیفه‌ای؟ لیلی جون حالشو داره بیای پایین شام بخوری؟ نه حالا نه الان بعد استراحت کنه، بعدن میذیم غذاشو فاضل بیاره گرم کنه برای خوابم میاد خیلی. به خاطر همین آمپولاس دیگه، شما الان باید فقط استراحت کنین. لیلی خانم الان باید استراحت کنین. ما پس بریم که زنده داشت. خیلی ازتون ممنون. نه کاری نکردم. خداحافظ. وای جز خداحافظ. من غذا رو میدم نیما بیاره. هیچی چیزی خاصی نگفت. نه دیگه تابلوه داری دروغ میگی. از وقتی از اتاق دکتر اومدی بیرون تو خودتی. فاضل هم بهت چک کرده بود. خب همین دیگه، میخواستم فاضل متوجه نشه. چرا جدیه؟ یه مشکلی برای مغز لیلی به وجود اومده که اگه جراحی نشه ممکنه. وای نه مور داره؟ بریم تو حاله بهت میگم. استادی از شاگردان خود پرسید به نظر شما چه چیز انسان را زیبا میکند؟ یکی گفت چشمانی درشت، دومی گفت قدی بلند، دیگری گفت پوستی شفاف و سفید. در این هنگام استاد دو لیوان از کیفش بیرون آورد. یکی از لیوانها بسیار گرانبها و زیبا بود و دیگری سفالی و ساده. سپس در هر یک از لیوانها چیزی ریخت و رو به شاگردان کرد و گفت در لیوان رنگین و زیبا زهر ریختم و در لیوان سفالی آبی گوارا. شما کدام یک را انتخاب میکنید؟ همگی به اتفاق گفتند لیوان سفالی را. استاد گفت میبینید؟ زمانی که حقیقت درون لیوانها را شناختید ظاهر برایتان بی اهمیت شد. حیف که درون انسانها دیر رو میشود. فاضل از رفتار فرزاد فهمیده بود که بیماری لیلی جدیه. اما یه چیزی عجیب بود. اینکه هیچی از فرزاد نپرسید. هیچی. حتی کنجکاوی هم نشون نداد. همون موقعی که دکتر معالج لیلی که یک جراح مغز و اعصاب بود و از قضا استاد فرزادم بود از فرزاد خواست تنهایی بره پیشش، فاضل یه جوری شد. توقع داشتم که اصرار کنه که اونم با فرزاد بره تو اتاق دکتر. اما خودش رو با آب سرد کنه بیمارستان مشغول کرد. در حالی که دستش به شدت می‌لرزید، سعی می‌کرد پر کردن لیوانش رو ساعت‌ها طول بده. حتی بعدش هم رفتارش عجیب بود. هر کی ما رو تو اون لحظه می‌دید، فکر می‌کرد اونی که یه چیزی می‌دونه و داره از بقیه پنهون می‌کنه فاضله. انگار اون شب شهامت شنیدنشو نداشت و داشت برای خودش وقت می‌خرید. میگم بهترین راهی که بفهمی کسی رو دوست داری اینه که بدونی ممکنه اونو از دست بدی. اون موقع است که تکلیفت با این دوست داشتن روشن میشه. اگه حتی با فکر کردن به اینکه یه روزی از دستش خواهی داد بازم دوستش نداشته باشی، پس نباید وقت تو باهاش تلف کنی. اما وقتی با فکر کردن به این دلت لرزید و دست و پاتو گم کردی، اون وقت میتونی پای دوست داشتنت وایسی. خوش به حال اونایی که حتی برای دوست داشتن احتیاجی به این فکر رو هم ندارن. اما بد به حالشون اگه روزی برسه که فکر کنن ممکنه طرف مقابلشون رو از دست بدن. و بدتر اون که کار از فکر کردن هم گذشته باشه و هر لحظه امکان از دست دادن عشقشون وجود داشته باشه. بازی بسیم یه چیزی بهت بگم. میدم
فرض تو هیچ وقت دلت واسه این کفترا تنگ نمیشه نه؟ کفترا؟ نه راستش اصلا دیگه بهشون فکر نمی کنم. واقعا؟ حتی یه لحظه؟ آره واقعا حتی یه لحظه. من عجب آدم بی‌عاطفه‌ای هستی یا؟ با اون عشقی که تو به کفترا داشتی من گفتم هیچ وقت ازشون دل نمیشه. نه چیز نیست، ربطی به عاطفه نداره. ببین عشق به کفترا مثل عشقای دوران نوجوانی بود. مثلا خود من 17 سالم که بود عاشق یکی از دخترای محلمون شده بودم، فکر می‌کردم دیگه بدون این اصلا زندگی برای من معنا نداره، ولی الان بزرگتر شدم بهش می‌خندم. حتما برات خودت هم اتفاق افتاده دیگه، مثلا اولی عشقت یادت بیاد الان چقدر بهش می‌خندی. حالا بگذاریم، خواستم یه چیزی بدم، خواستم بگم لیلی اولین عشقمه. هیچ وقتم فکر نمی‌کنم مثلا خنده دار بشه. مثل این فیلمات دیدی میگن محاصره شدی هیچ راه فراری نداری بهتر خودتو تسلیم کنی. خواستم بحثو منحرف کنم تو چیزی نگی فعلا، ولی صاف رفتیم سر اصل من. نه حالا چیز نیست، ببین حالا اونجورم که تو فکر میکنی بد نیست، میدونی خطرناک نیست؟ خطرناک هست، ولی اون منظورم اینه که ببین اگه زود جلوشو بگیریم و اینا خطرناک نیست، یعنی قابل درمانه. خب الان باید چیکار کنیم؟ ببین این یه نارسایی چیزه دیگه، مربوط به نارسایی عروق مغزه، خب که اگه جراحی کنیم دیگه خطر کامل برطرف میشه. واقعا دروغ نمیگی؟ نه بابا برای چی باید دروغ بگم؟ الان دو روزه دارم دنبالت میگردم یه گوشه گیرت بیارم با طرف بزنم که دروغ بهت بگم. میگم اگه عملش کنیم کاملا خطر برطرف میشه دیگه. یعنی اون شب که از اتاق دکتر اومدی بیرون قیافت چیز دیگه میگه؟ نه خب آره اون تازه فهمیده بودم، بعدم تا این حدش هم خب به هر حال ناراحت کننده است دیگه. نه قیافت خیلی ناراحت بود و یه چیز دیگه میگفت. بابا تو الان حرف منو بیشتر قبول داری حرف قیافه منو؟ قیافه من یه چرت و پرتی گفته تموم شده رفته. الان چیکار کنیم؟ تصمیم بگیریم که چیکار کنیم؟ یعنی چی چیکار کنیم؟ خب عملش کنیم دیگه، عملش کنیم بره چیکار کنیم چیه؟ خب نه مجبورم اینه که به خودش بگیم یا نگیم. ببین من میگم بهش بگیم که مثلا یه عمل سطحیه که خودشو نوازه ها. یعنی چی با مغزشو میخوام بهش گفتن عملش کنن بگیم عملش سطحیه؟ نه بنظرم اینه که به اون اینجوری بگیم، به خاطر اینکه از عوارضش اگه خبردار بشه اینا ممکنه این موقع خودشو ببازه روحیش بیاد پایین. مگه چه عوارضی داری؟ ممکنه بعد اینکه مثلا عمل کنیم و اینا مثلا یه فراموشی بگیره یا قدرت تکلمش رو از دست بده. اما ممکنه موقتی مثلا اینجوری بشه، ولی خب اگه عملش نکنیم خدایی نکرده زبونم لال ممکنه که چیز شه دیگه، ممکنه دور از جونش کور بشه یا بمیره. من بهت میگم قیافت یه چیز دیگه میگه، میگی نه؟ صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. تو سر صبحی کجا رفتی؟ رفتم چیزایی واسه صبحونه. تو داری چی کار میکنی سر صبحی؟ من دکتر رو نگفت باید استراحت بکنی؟ خوبم دیگه، چقدر استراحت کنم؟ بابا بده من بابا من تمیز میکنم. تو داری چی کار میکنی؟ بده من تمیز میکنم. بیا او بد اخلاق. خب حرف گوش نمیدی دیگه. بده من تمیز میکنم. واقعا اینجوری گفتم؟ بله. معذرت. چایی که میتونم درست کنم؟ نه خیر، شما هیچ کاری نمیخواد بکنید. شما بفهمید استراحت کنید، من همه کار رو میکنم. خیلی خوب، خودت بکن. کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم ببینا. خودت بکن. راستی لیلی صبونتو خوردی؟ چیز کن آماده شو که بعد بریم مطب دکتر الستی. برای چی؟ برای معاینه دیگه، خودش گفت. معاینه دیگه برای چی؟ خوبم سردرد ندارم. ای بابا لیلیم، یه بار ما میخوایم از کوپن پسرعممون استفاده کنیم، یه معاینه مجانی بریم اونم نذار. بگو چشم. هر چی شما بگی. باش مرسی. صدام کن پس. آره حتما صبحونه حاضر شد صدا کن. Thank you.
ببخشید دست شما درد نکنه. فایزی قرصای من آوردی؟ بله همشون. دست درد. سلام. چه خبر چی شد؟ هیچی آقایون حواس کردن با تیشه و چکش جمجمه منو خورد کنن. این هفته قراره که دیگه ان شاءالله عمل بشه. یه عمل سطحی چند تا از نورنگای مغزش گرفته قراره فوت کنن بازش. نه با فوت کارش را نمیفته مغز این پمپ باد میخواد. نه ولی ان شاءالله میره عمل میکنه سعی و سالم برمیگرده. ان شاءالله ان شاءالله. خب بیاین تو غذا درست کرد. نه بیا. نه مزمن نمیشه خب خجالتمون. نه بابا چه قدم شما خجالت میکشید. آب گوشته. خب چیز یادم رفت بگیرم بابا بگو این دوغ یادم رفت بگیرم. ها یه دقیقه ببینم یه دوغ بگیرش میاد. اینا را بده. حالا من این یعنی چی که چند روز بعد بستری بشه بعد چند روز بعد عمل کنه؟ خب چرا زودتر عملش نمی کنه؟ نه دیگه این مورد اورژانسی که نیستش که، بعد بستری بشه آزمایش‌ها رو انجام بدن بعد داروهای قبل عمل و اینا رو استفاده کنه. خوبه دیگه تو این ما یه فرصتی داریم تو این مدت پولا رو تهیه کنیم. راستش چقدر میشه خرجش؟ نزدیک 70 میلیون. 70 میلیون تومان. تو بیمه ای چیزی نداری؟ مثلا بیمه تکمیلی؟ نداری ها؟ نمیدونم مثلا کسی رو نداری ازش قرض کنی؟ کیو دارم غیر از تو؟ منم که بابا تو خودت اوضاع منو بهتر میدونی دیگه، اصلا خالیه خالیه واقعا. همون باید چیز کنیم برم به دایی بگم ها؟ نه بابا نه میگم واسه خودم میخوام نمیگم واسه تو میخوام. نه بابا فرضم چند سال پیش 3 تومن تو میخواستید 3 روزش فکر میکرد چجوری بپیدونم. این رفیقای دکترت هیچ کدوم نمیتونن همچی کمکی بکنم قرض بدم پس میگم. نه خب آخه بحث اون نیست، من اگه میتونستم از اونا بگیرم که بابا با تو نمیشستم رو موتور دکتر موتوری بشم که آخه از زمان. میگم همون یه نفر بیشتر نمیتونه کمک من کنه. آره به خاطر لیلی من هر کاری میکنم. نه نه خیلی درستش هم مثلا همینه. حالا اون مثلا تو یه تایمی با اکراه به من پول داده خب اشکال نداره، دلیل نمیشه که ما دیگه ازش درخواست نکنیم ها، بهش رو نندازیم. بالاخره جونه یه آدمیزاد وسط دیگه. چیکار کنیم چجوری بهش بگیم؟ من مطمئنم اگه بگم به خاطر لیلی پول نمیده. نمیگیم به خاطر لیلی، میگیم به خاطر خودت توه. نه نمیشه. نه چرا نمیشه؟ نه نمیشه. نه بابا میشه چرا نمیشه؟ نه بابا من میشناسمش بابامه نمیشه. نه بابا اصلا همین به خاطر اینکه اصلا تو بابات با اینا ببین تو پدر نشدی الان نمیدونی. پدر برای بچه‌ش آقا میگیم که تو یه مریضی صعب العلاجی گرفتی تا یه هفته اگه عمل نکنی میمیری. حتما قبول می‌کنه خب پدر اون تا مطمئن نشم چه کاری نمی‌کنه. فرضاً من میشناسمش. دیگه بابا اون قدام من چیز می‌کنم. آقا من میرم یه پرونده پزشکی مطمئن درست براش برمی‌دارم میارم که ثابت کنم که تو واقعا مریضی. خوبه فرضاً جان تو به محض اینکه بهش ثابت بشه که من این مریضیو دارم من دست منو میگیره میبره بیمارستان پزشکیان میخوابونه روی تخت این چاقو میده دست جراح میگه بازش کن. حالا من چه گلی به سرم بگیرم؟ بابا اون قدام دیگه گیر نیست که دیگه دایمه من چند سال بابا به همین اندازه گیره فرزاد به همین اندازه گیره. با بابام هیچ چاره ای نداریم مگه اینکه رو بازی کنیم. اونم که دیگه شرطش میدونی چیه دیگه. آره میدونم. اینو قبول میکنی؟ چاره من فرضی لطف من میکنیم به شیوا خانم بگو به لیلی و به بهونه یه عصر از خونه بکشه بیرون ببرن یه دوری بزنن بعد بابام زنگ بزن پاشه بیاد خونه باش حرف بزن. حالا مثلا تلفنی باش حرف بزن یا رو در رو بهتره؟ نه دیگه باش میگم اونجا حرف بزن بس هم میگم پاشه بیاد خونه اونجا باش حرف بزن. اخ شیواست از یادمون رفت دوغ بگیریم یه ساعت تومن پاشو بریم.
الو شیوا جان سلام. نه نه داریم میام داریم میام. خودتون میدونین که من هیچ وقت بهتون بی‌احترامی نکردم. ولی با کاری که امروز کردین لازمه چیزایی واسهتون روشن کنم. من خیلی براتون متاسفم که دنیاتون اینقدر کوچیک و خنده داره. با اینکه دنیا دیده اینو سنی ازتون گذشته ولی رفتاراتون خیلی خام و بچگانه است. البته تقصیری هم ندارین ها. چون هیچ وقت عشق و محبت تو زندگیتون جایی نداشته. من مثل شما نیستم که به خاطر پول با مامان ازدواج کرد. خودتونم میدونین هر چی الان دارین از صدقه سری ثروت با بزرگه. من از شما خیلی گرونترم، خیلی. تازه لیلی از منم گرونتره. مثل یاداوری بود. بعد از اون حرفا که به من زدی، واقعا روت میشم چه چیزی از من بخوای؟ پس قبول داری که من کار عاقلانه‌ای کردم با مامانت که پول دار بود ازدواج کردم. هیچ وقتم تو زندگی وا نموندم. اگر یه مریضی چیزی هم سراغم می اومد کاسه چه کنم دستم نمی گرفتم. تو زندگی من هیچ وقت سرم رو پایین انداختم. دایی جان من میگم حالا الان وقت این حرفا نیست. فازی هم اشتباه کرده یه حرفی زده الان خودش هم پشیمونه. من توهینی نکردم که بخوام پشیمون باشم. من هر حرفی زدم واقعیت بوده. واقعیت اینه که تو شأن خانواده تو نمیتونی نگهداری. کارات هر دنبیری و باری به هر جهته. این همه امکانات زندگی تو قدرشو ندونستی. نمیدونی چقدر ها هستن حسرت این زندگی رو میخورن. اینا تمام آرزوش تو زندگی اینه که جای تو باشن. دروغ میگم فرض جا؟ نه من درست میفهم. یعنی بیچاره درس مونده، خودشو به آب و آتیش زده، اما یک ذره از امکانات تو رو نداره. حالا برای اینکه نون بخور نمیری بیاره تو خونه برای خودشو بچه هاش چجوری فلاکت داره میکشه. دایی خیلی ممنونم، من تشکر میکنم که نگران زندگی من هستی، ولی الان مسئله من نیستم و... نه بذار روشنش کنم، بذار بهش بگم که سعادتی که تو زندگی داشته در نظر نگرفت. من میگم که اصلا بیاین کدورت ها رو بذاریم کنار دایی جان، به این فکر کنیم که لیلی خانم یه زن غریبه است که جونش به خطر افتاده و به کمک شما احتیاج داره. شما هم که دیگه این کارا زیاد میکنین دیگه. کدوم کارا؟ همین کارهای خیر میکنین دیگه. من آمارتون رو دارم، شما تو کار خیر دست بده دارین. اصلا یک زن جوانی نیاز به کمک مالی داره. شما هم که نمیخواید به خاطر زندگی، یعنی بس خاطر مسئله مالی زندگیش به خطر بیفته، اصلا فکر کنید یه غریبه است. غریبه باشه کمکش میکنه. دست شما درد نکنه. فاضل طلاقش بده، تمام هزینه عمل و جراحیشو من میدم. فکر نمیکنید که خیلی سخت میگیریم دیگه. دیگه شرط من اینه، طلاق. فاضل طلاقش بده، من تمام مخارجش میپردازم، به شرطی که طلاقش بده. باشه قبول میکنم. قبوله؟ یعنی طلاقش میدی؟ آره طلاقش میده. تصمیم عاقلانه ای گرفتی فاضل جان. خب منم حالا علاوه بر مخارج بیمارستان و عمل یه خونه زندگی هم براش میخرم که تو دیگه زیاد عذاب وجدان نگیری. حالا به هر حال اگه قرار باشه طلاقش بدم بعد مهریش هم بدم دیگه. خب مهریش چقدره مگه؟ 1000 تا سکه. 1000 تا سکه؟ بله. باشه دیگه، خب جهنم و ضرر اونم میدم. فقط یادت باشه من همه این کارا رو به خاطر پسرم دارم میکنم. بله. قدر این زندگی رو بدون. قدر پدر مادر رو بدون. همین رو میبینی؟ فرض پسر عمت ها
تو رو مثال دارم میزنم، میخوام بدونی که نزدیکترین آدم ها به اندازه پدر و مادر دلشون برای بچهش نمیسوزه. بله بله درست میفرمایید، منم بارها بهش گفتم تا پدر نشی متوجه حالا نمیشه. حالا وجدانن چقدر دلت میخواست یک روز به جای فاز، تو رو مثال میزنم به خاطر اینکه نمیخوام غیبت کسی رو کرده باشم. بله خواهش میکنم، منم خیلی خوشحالم که باعث شدم که شما امروز به دام غیبت گرفتار نشید. آره آفره. فقط این شماره کارتمو میفرستم براتون بی‌زحمت 2300 تومن برای من بریزین. برای چی؟ خب به یمن مثالای شما امروز من یه خورده روحیه‌ام به هم ریخته، نیاز دارم یه دو سه جلسه برم پیش مشاور. سلام نفسم. می‌بینی؟ کاری رو بدون اجرت انجام، هیچ کس کاری رو بدون اجرت انجام. نه دایی جان من مزاح کردم. مزاح کرده، فقط بدون پدر مادری که تو فکر بچه‌شه. بله بله. حالا کی بستری میشه؟ دیگه فردا پس فردا باید بره بستری شه دیگه، فقط قبل از بستری شدن باید یه مقدار پول بریزیم به صندوق بیمارستان. همون که حله. حالا 30 تومن به حسابت میریزم که این کارهای اولیه رو انجام بدی. بله. فقط اینکه بدون من از موضع خودم کوتاه نمیام. درست. میدونی یک روز قبل از عمل باید صیغه طلاق جاری بشه. چشم جاری میشه. آفرین آفرین، واقعا این حرکت فازی تحسین برانگیزه، من بهش افتخار میکنم، یه عاشق واقعی. تو دیگه تو همین حرفا رو زدی که مغز اینو شستشو دادی. من دایی جان قبل از که بیاد اینجا ازدواج کرده بود اومده. فقط این که من میگم امروز پاشو ببریم خونه، مادرت خیلی دلتنگته. بهشون سلام برسونید اگه اجازه بدین، من یه چند روز آخر رو پیش لیلی باشم. آخه میخواد همین خداحافظی و اینا بکنه دیگه. خب باش پیش لیلا هر کار بکنم. لیلی حالا هرچی. خب خداحافظ شما. خداحافظ شما. قدم رنج فرمود. با دیشگاه زد نابودت کردم. به خاطر تو نکبته دیگه. اگه همون موقع که اون پیشنهاد ناجوانمردانه رو داده بود من قبول میکردم، الان اینجوری نمیشد. اصلا خریت کردم دیگه، خریت. تو مردونگی کردی، تو کار درسته. من همه اینا رو واسه جبران میکنم. لازم نکرده جبران کنی. جبران میکنم. حالا واقعا میخوای طلاقش بدی؟ آره دیگه. اگه ندم پشمکم که دستم نمیذاری. اوه، حالا چجوری به لیلی میخوای بگی؟ نمیدونم. خودم موندم. خیلی حالش گرفته میشه.